lab blood sugar determination of sugar from blood serum by enzymatic analysis. چجوری شوگر خون رو تعیین کنیم با استفاده از روش های چی؟ انزایمی. اول اینم هم درشتش کنم. Enzymatic determination of glucose. In this experiment, we will determine the glucose level of blood serum using the glucose oxidase peroxidase system. The specificity of enzymatic reaction is also supposed to be demonstrated. Reagent ها چیه احتیاجه؟ Enzyme chromogen solution contain glucose oxidase, horseradish peroxidase and O-dionizidine diet prepared in advance. 5 millimolar standard glucose solution 2.5 ml diluted to 2 ml with distilled water, 5 ml standard galactose solution and blood serum diluted to 10 times its volume is with distilled water and 25% sulfuric acid. این ریجنت ها ما میخوایم واسه یه محیط با اسیدیفای باشه. درسته؟ اینی که نمیدونم گفته دیگه وقتی میگه 25 سولفوریک اسید قوی یعنی باید محیط اسیدیفای کامل باشه. گلوکوز اکسیدیز هورس رادیش پروکسیدیز هورس رادیش پروکسیدیز اند او دیانیزیدین دای. حالا از داستان چه قراره؟ گفته که ریاکتن شود بی میکس اکوردینگ تو دی فالووینگ تیبل. انزایم کروموجن سولوشن ببینید دیستیلد وادر دیلیوتد بلاد سرم دیلیتد بلاد استاندارد اینا چیز کرده میکس ده تیوب و اینکوبیت دم ات 25 دیگری سلسیوس این دارک فور 30 مینیت. اینکوبشون بکن برای 30 دقیقه تا با هم واکنش بدن، بعد بکششونشون برون، جذباشون رو اندازه گیری کن، بعد ابزوربنس بلاد سرم رو تقسیم بر ابزوربنس گلوکوز استاندارد کن. الان نگاه کن ابزوربنس بلاد سرم یعنی چی؟ این الان انزایم و آب خالیه، این الان انزایم با بلاد، این انزایم با گلوکوز، این انزایم با گالاکتوز. میبینی؟ همشون هم تو سرم خونه، همشون هم با سولفوریک اسید. میگه اگه میخوای غلظت گلوکوز رو بفهمی ابزوربنس بلاد سرمو میبینی؟ بلاد سرمو یعنی دو رو بیا تقسیم بر ابزوربنس گلوکوز استاندارد کن، ضرب در 5 میلی مولار کن، چون غلظت گلوکوز نرمال باید تو خون 5 میلی مولار باشه، اون وقت غلظتش رو میفهمی. حالا بلاد سرم گلوکوز کانسنتریشن چقدره؟ خب بلاد سرم گلوکوز کانسنتریشن باید 5 میلی مولار باشه. این احتمال نرمالش یعنی باید بلاد سرم تقسیم بر ابزوربنس گلوکوز استاندارد ضرب در 5 بشه 5. نمیفهمم. ولی به هر حال ابزوربنس بلاد سرم گلوکوز کانسنتریشن 5 میلی مولار مسلما اینه. حالا مثلا اگه بخوای غلظت گالاکتوز رو بفهمی باید چیکار کنی؟ حالا من باید دوباره سرمو ابزوربنس بلاد سرمو تقسیم بر ابزوربنسی که چی کنی بلاد گالاکتوز بکنی تا کانسنتریشن گالاکتوز در بیاد. احتمالاً اونم یه فرموله دیگه داره. دترمینیشن اف بلاد گلوکوز لول یوزینگ ا تست استریپ دیوایس. خب پس برای انزایم متد بعد بگی که دقیقاً طبقه بندی کنی، بگی انزایم آب سرم گلوکوز گالاکتوز دیلیوتد گلوکوز استاندارد دیلیوتد هانگ. این گلوکوز استاندارده، گلوکوز استاندارد چقدر جذب داره، بعد گلوکوز خون چقدر جذب کرده. می‌بینی؟ تقسیم به هم می‌کنم، ضرب در 5 می‌کنم، اجازه بده بشه 5. یعنی باید ابزوربنس گلوکوز تقسیم بر گلوکوز مثلا 1/2 بشه. نه دیگه، باید 1 در بیاد. یعنی گلوکوز استاندارد با ابزوربنس گلوکوز باید 1 در بیاد. یعنی 100 به 100 تقسیم بشه، بشه 1 ضرب در 5 بشه 5. فقط یک ضرب در 5 میشه 5. یعنی باید ابزوربنس بلاد سرم و ابزوربنس گلوکوز هر دو 1 بشه تا 1 بشه تا ضرب در 5 بشه خود خودش. حالا ابزوربنس گلوکوز کمتر از اون استاندارد، حالا اگه ابزوربنس یعنی تو خونش مثلا طرف دیابتی باشه ابزوربنسش بیشتر باشه، ابزوربنسش بیشتر میشه دیگه. یعنی بیشتر از 100 درصد میشه، مثلا وقتی 150 درصد تقسیم بر 100 ضرب در 5 خب غلظت گلوکوز بیشتر تعمیل داره. حالا اگه گلوکوز نداشته باشه جذب گلوکوز تو خونش کمه، یه عدد کم تقسیم یه عدد بزرگ ضرب در 5 میشه یه عدد کمتر از 5، یک کسری از 5.
این روش اول. روش دوم determination of blood glucose level by using test strip device. OGTT یعنی چی؟ OGTT یعنی oral glucose tolerance test. بگو oral glucose tolerance test. Provocation test determining decreased glucose tolerance within circumstance nearly maximal stimulating insulin secretion. In Europe 75 gram glucose containing solution is to be drink by the patient. 75 گرم گلوکوزو میدن بخوره. In the patient in 5 minutes. 5 دقیقه صبر میکنن. The blood glucose concentration are determined from blood sample taken just before glucose intake. اول قبل از اینکه گلوکوزو بگیره خونشو گرفتن. درسته؟ بعد 75 گرم بهش میدن. 5 دقیقه بعد خونشو دوباره اندازه گیری میکنن. بعد 2 hours later. ایران هم همینطوره. بعد 2 ساعت بعدم ناشتا طرفی رو آزمایش میده خونشو میگیرن. بعد بهش 75 گرم شوگر میدن. 5 دقیقه صبر میکنن خونشو دو مرتبه میگیرن. بعد 2 ساعت بعد دو مرتبه خونشو میگیرن. اوکی؟ دیاگنوستیک کریتریا از ده 120 مینیت والیو 220 دقیقه فرام ونوس پلاسما باید کمتر 11 میلی مول پر لیتر باشه. پس اینه که یعنی خون کمتر 110 تا میاد. میگن خونش مثلا 110 نرمال، کمتر 110 نرماله، بالاتر 110 دیابت. فرام ونوس پلاسما باید بر از 120 دقیقه کمتر از 11 میلی مول پر لیتر باشه. این عدد مهمیه. The graph below shows the OGTT. OGTT یعنی Oral Tolerance Test Values in time for diabetic patient. ببین این الان بلاد گلوکوز، اینم تایم و زمان. تو زمان صفر که باید 5 میلی مولار باشه، 4-5 بینی؟ بعد بهش 75 گرم گلوکوز میدن. آدم نرمال دو مرتبه بعد 200 شده 5 تا، چون اینسولین ترش رو شده گلوکوز قند خون کم کرد. اما آدم غیر نرمال اومده میاد روی 11، بیان بیشتر از سیویر دیابت بالاتر از 11 است. 11 کجا سال آره دیم بالاتر 11. حالا ماتریال آکوچک اکتیف بلاد شوگر میدر، آکوچک اکتیف تست استرای و آکوچک لانست. لانست که میزنن خونو سوراخ میکنن دیگه. چوز وان اور تو پرسن میجرمن هو فول فیل دی فالوین کریتریا هاد نو میل اور جاست فیو بیفور دی لب known to have a diabet and if none found a volunteer who want to know his or her blood glucose value. یه مدن آزمایش کردن دیگه. بعد چیکار کردن؟ At the beginning of the lab activate the device by inserting the clean test strip. After that remove the strip. این استریپ یعنی چی؟ یعنی چی استریپ؟ تست استریپ. Disinfect and sting the fingertip. Fingertip using a lancet, eliminate the first drop with a cloth, applying a second blood drop to the test strip. این فکر کنم از تست آزمایشگاهی این است، ست آزمایشگاهی. Apply the second blood drop to the test strip, insert the strip, the device, the measurement status automatically. When the result appears, record it in the table below. The person should eat something, sandwich or sugar containing food, repeat the measurement after 3 minutes. 60 minute 90 minute plot the result in the graph similar to one above. و بزنم اساسش فهمیدی؟ اساسش هم این اساس OGTT تست با تست چی؟ استرایپ دیوایس. میدونی من اینجوری فکر میکنم چون ایران خودشون تو خونه میتونن این کارو بکنن. یه دستگاهی هست که قند خون اندازه گیری میکنه، یه قطره خون ریزه توش قند خونه میگه، بعد مثلا میگه حالا بر اساس زمان یه گراف بزن واسه خود. من اینجوری فکر نمیدم، من که آزمایشگاه نبودم نمیدونم اونا چیکار کردن. خب بعدیش یوره آسایکل ایمپورتنس آف آمونیا. آره.